بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین کتاب شریف کافی قسمت سی و در تاریخ در تاریخ و معجزات و احوال امام کاظم علیه السلام حدیث چهارم ان یعقوب ابن جعفر ابن ابراهیم قال کنت عند اب الحسن موسى علیه السلام اذ اتاه رجل اذ اتاه رجل نصرانی و نحن معه بالعریز یعقوب ابن جعفر ابن ابراهیم گفتش من نزد امام کاظم علیه السلام بودم که مردی نصرانی آمد و ما با ایشان در عریز در اون محل بودیم فقال له النصرانی و اون نصرانی به حضرت عرض کرد که اتی که من بلد بعید و سفر شاق و سأل تو ربی منذ ثلاثین سنه ایرشدنی الی خیر الادیان و الی خیر العباد و اعلمهم گفتش که من آمدم خدمت شما از راه و از مسیر و از آبادی و شهر بسیار دوری و از یک سفر بسیار سخت و پر زحمتی و از پروردگار خود خواسته سی سال است که درخواست میکنم که مرا راهنمایی کند به بهترین دینها و به بهترین بندگان خدا و اعلم و دانشمندترین ایشان و اتانی آتن فی النوم فوصف لی رجلا به علیا دمشق تا اینکه در خواب دیدم که کسی آمد و برای من وصف کرد و توضیح داد و معرفی کرد شخصی را در اولیای دمشق فنطلقت طلق حتی اتی تو تو من هم رفتم پیش اون شخصی که در خواب معرفی کرده بودن و با او سخن گفتم فقال انا اعلم و اهل دینی و غیری اعلم و منی ایشون به من گفتن که من در اهل دین خودم دانشمندترین چون هستم ولی غیرت من افرادی هستند که اونها اعلم از منن هستند فقلت ارشدنی الی من هو اعلم و من فانی فا لا استعظم السفر بهش گفتم خب راهنمایی کن آدرس بده که کیه که از تو اعلم و دانشمندتر است که من سفر رو سخت نمی بینم و اینجوریست که از بزرگی سفر ها بترسم و انجام ندم و لا تبعد علی شقه و لقد قرأت الانجیل کلها و مزامیر داود و قرأت اربعت اسفار من التورات و قرأت ظاهر القرآن حد استوعبته کله و نمیخواد که تو بر من بترسی که مثلا این سخت این مثلا دشوار این سفر طولانیه تو به من حرف تو بزن من خودم در راه اون هدفی که دارم همه اینها را تحمل می کنم من کسی هستم در زمین که انجیل را تماما خونده ام و مزامیر داوود رو خوندم و چهار سفر از اسفار تورات را خوندم و قرآن را هم ظاهرش رو خوندم ولی این قرآن یک مطالبی داره که اینها بواطن اینها اسراره و اینها رو هر کسی اگه عالم باشه میفهمه که از قرآن فقط ظاهر رو میفهمه و باید بگرده و اون عالم به این اسرار و رموز را و به این بواطن رو پیدا کنه و از او علم بخواد علایه حال من ظاهر قرآن رو خوندم به گونه ای که تمام قرآن رو فرا گرفته و همه قرآن رو من زواهرشو خونده همو و میدانم فقال لی العالم اون عالم به من گفت که ان کنت تريد علم النصرانیه فان اعلم العرب والعجم بها گفتش که اگر تو میخوای نصرانیت را بشناسی و علمی به نصرانیت پیدا کنی خب من در بین عرب و عجم از همین عالمتر و دانشمندترم نسبت به نصرانیت و ان کنت تريد علم اليهود فبات ابن شرحبیل از سامری و اعلم و ناس ولی اگر میخوای علم یهودیت را کسب کنی و بفهمی برو پیش باطبن شرحبیل که او اعلم مردم است امروز نسبتی به تورات و دین یهودیت و این کنت تورید علم الاسلام و اگر میخوای علم اسلام را و علم تورات علم تورات را و علم الانجیل و علم انجیل را و علم الزبور و علم زبور داوود را و کتاب هود و کتاب هود را و کلما و کلما اون أنزل على النبي من الأنبياء في دهرك ودهر غيرك وما أنزل من السماء من خبر فعلمه فعلمه أحد أو لم يعلم به أحد فيه تبيان كل شيء وشفاء للعالمين وروح لمن استروح إليه و روح یا روح لمن استروح الیه و بسیرت لمن اراد بهی خیرا و انس الیل الحق فارشدو گفتش که ولی اگر کسی رو میخوای که تورات و انجیل و زبور و نمیدونم کتاب هود و همه این علوم را بداند و هر را که نازل شده است بر هر پیامبری از پیامبران چه در زمان تو و چه در زمانهای قبل از تو و در غیر این روزگارانی که تو هستی و آن چرا که از آسمان نازل شده است هر خبری که از جانب خدا آمده است چه کسی اونها را بداند و چه کسی اصلا نداند و علمش منحصرا در ند یک شخص باشد که معرفی میکنن که در اون تبیان و بیان همه چیز باشد و شفا برای اهل عالم باشد و روح و روح و راحتی و ریحان و حیات باشد برای کسی که از اون طلب راحتی و روح و ریحان کند و بصیرت باشد برای هر کسی که خدا خیرش را خواسته باشد و با حق اونس داشته باشد اگه اینجور آدمی رو میخوای من راه کنم و آدرس بدم بری پیش او و ولو مشین علا رجلک اینجور آدمی رو میخوای بهت معرفی کنم برو حتی اگر هیچ مرکبی نداری و پیاده باید بروی پیاده برو نرده او فا لم تقدر فحبن علی رکبتک اگر پا نداری و نمی تانی و نمی توانی ایستاده بروی نزد او فا لم تقدر فحبا الان رکبتک و اگر نمیتونی پا نداری که ایستاده بروی با دوزانویت بر روی زمین برو تا به اون حزت برسی لم تقدر و زحفا الا استک و اگر روی زانو هم نمیتونه حرکت کنی همین جور نشسته خودت رو به زمین بکشان 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 تا بروی به نزد ایشان فان لم تقدر فعلا وجهک. اگر اون جور هم نمیتونه بری و صورتت رو باید به خاک به مالی و سینه خیز بروی برو تا اون حضرت رو پیدا کنی که خیلی ارزش داره ف لا بل انا اقدرو علی المسیر فی البدن والمال گفتم نه من اتفاقا الحمدلله رب العالمین قدرت بر رفتن دارم هم بدنم توانش رو داره هم مالش رو دارم که مرکبی بگیرم و سفر فرم کنم هر جا که باشه میرم قاقل فن طلق من فوره که حتی تعتی یصرب گفتش که پس برخیز و حرکت کن همین الان راه بیفت فورا تا این که برسی به یثرب فقل تو فقلت لا اعرف یثرب گفتم من شهری به نام یثرب نمیشناسم قال فانطلق حتى تأتي مدينة النبي صلى الله عليه و آله و برو تا برسی به شهر پیامبر به مدینه النبی صلی الله علیه و آله و الذي بعث في العرب که در بین عرب مبعوث شده است و هو النبی العربی الهاشمی و او پیامبر عربی هاشمی است فاذا دخلتها فصل عن بنی غنم ابن مالک ابن النجار و هو عند باب مسجد ها و وقتی که اونجا داخل شدی بپرس سؤال کن که بنی غنم ابن مالک ابن نجار کی هست و کجا آیند و این البته در نزد همون باب مسجدشان مثلا مسکنه چه و کناه و اظهر به زت و حلیت ها فا این یتشدد و علیه و و اشد و اون لباس و زیو شکل هیئت نصرانیت را نشان بده و حلیه اونها را چون والی اونجا خیلی سختگیره و خلاصه محل محل اونهاست و خلیفهم بسیار شدیدتر و سختگیرتر بر مردم هست تو با یک حالت نصرانی برو که حساسیت ایجاد نشه و اینها خلاصه نمیذارن که کسی با اون کسی که من میخوام به تو معرفی کنم ارتباط برقرار کنه بعد از پیامبرشون خلاصه اومدن یه عده حق اهل بیت قصب کردن و تو براحتی نمیتونی پیش اون عالم حقیقی بروی ثم تسالو عن بنی امر ابن مبذول و هو به بقی از زبیر بعد میری باز میپرسی میگی بنی امر ابن مبذول کیا هستند و از اینها هم آدرس میگیر و اینها هم برو پیداشون کن که در بقی از پیداش میکنی که در مدینه چند تا بقیع داشتیم و یک بقیع زبیر بود یه محل بوده مثلا بیابان خاصی بوده که در اونجا اسمهای مختلف داشته است ثم تسأل عن موسى بن جعفر و عین منزله و عینه بعد سوال کن بگو موسی جعفر کیه منزلش کجاست ایشون کجا تشریف دارن مسافران ام حاضر آیا در مسافرتن یا حاضرند و در شهر تشریف دارن فاین این کان مسافران فلحقه فان این سفره اقرب من ما غضربت اگه دیدی حضرت در سفر بودن برو دنبالشون پیداشون کنی که دیگه سفر برای پیدا کردن حضرت از مدینه هر جا رفتن خب این دیگه خیلی در مقابل اون سفر طولانی که تو از اینجا میخوای بری به اونجا چیزی نیست اونجا دیگه راه نزدیک شده ثم علمه ان مطران علیا القوط <الغوتا> قوتت دمشق هو الذي ارشدنی الیک و هو السلام کثیرا و یقول لک بعد که حضرت رو پیدا کردی خدمتشون مشرف شدی به ایشان خبر بده که مطران علیال قوت قوت دمشق یعنی اون مثلا رئیس عالم مسیحی هایی که در این محل قوت در دمشق زندگی می کند مرا فرستاده پیچ شما و راهنمایی کرده خدمت شما برسم و اون مطرام به شما سلام میرساند سلام فراوان و عرضه میدارد انی لا اکثر مناجات ربی ایج على اسلامی علا یدی من خیلی از خدا میخواهم که مرا مسلمان قرار بدهد که مرا مسلمان قرار بدهد به دست شما و به دست شما مسلمان شوم فقص هاده القصه و هو قائمون معتمدون علا اصا این حرف ها را همه رو زد در حالی که ایستاده بود و به اصای خود تکیه زده بود ثم قال این از این یا سیدی کفرت لکه و جلستو فقص علیه فقط شاهد القصت قصه و, و من معتمد علی عصا این قصه رو را رو بیان کرد و آن حضرت بوده یا خود این مرد بوده خلاصه ایستاده بودند و به عصای خود تکیه داده بودند ثم قال بعد هم عرضه داشت که ان ازن تلی یا سیدی کفر لك و جلست و بعد گفتش که اگر اجازه بدید من مثلا دست شما رو ببوسم یا مثلا تعظیم کنم در مقابل شما و اینها بنشینم بله ثم قال ان اذن تلی یا سیدی کفر تلک و جلست اگر اجازه بدهید من در مقابل شما تعظیم کنم یعنی خم بشه و خدمت شما شد به حالت مثلا رکوع در بیاد و بعد هم بنشینم فقال آذن و ان تجلسه ولا آذن و لکه ان تو کفر فرمودن من اجازه میدهم که بنشینی اما اجازه نمیدم که تکفیر کنی حالا این تکفیر یعنی به معنای همون خم شدن و تعظیم یا یعنی به معنای اینکه که دستها را بر سینه مثلا بذاره که معانی مختلفی براش میتونه باشه فجلس ثم القا عنه برنسه آمد و نشست و برنوس خود را اون کلاه خاص دنباله دار خودش را کنار گذاشت ثم مقال جعلت فدا تعدن لی فی الکلام گفتش که آقا اجازه میدید که من حرف بزنم قال نعم ما جئت الا له تو اومدی که حرفات بزنی دیگه برای همین اومدی نیامدی اومدی جد برای حرف زدن فقال له النصرانی اردد علی صاحبی السلام نصرانی عرض داشت که اولا جواب سلام اون دوست مرا اون کسی که مرا به شما راه کرد بدهید اما ما ترد و سلام آیا جواب سلامش رو نمی دهید فقال ابو علیه السلام علا صاحبک ان هداه الله فا اما تسلیم فذاکا اذا صارفی دیننا فرمودند که بر صاحب تو سلام اگر خدا هدایتش کنه تسلیم مال زمانیه که خدا به دین ما هدایتش کنه یا اینکه الا صاحب که ان هداه الله ما برای صاحب تو سلام و درود نمیفرستیم فقط دعا میکنیم که خدا او رو هدایت کنه او به ما سلام کرده ما به او دعا میکنیم او رو دعا میکنیم به خدا هدایتش کنه سلام مال کسیه که مسلمان باشه اگر مسلمان باشه به ما بگه سلام ما هم بهش میگیم علیک السلام ولی اگر مسلمان نباشد ما با کسی که اسلام را نپذیرفته پیغمبر واقعی خدا را نپذیرفته سلم و سلامتی نداریم او باید حق رو قبول کنه بعد از باب سلام و تسلیم با او باشیم و الان دعا میکنیم بر هدایتش و اما سلام دادن و جواب سلام دادن مال وقتیه که حق را کاملا بپذیره و در دین ما داخل شود فقال نصرانی و انی اسالو که اصلحک الله نصرانی گفت آ من سوال بکنم از شما خدا امرشتون را اصلاح کنه قول سل فرمودند بپرس قول اخبرنی عن کتاب الله تعالی الذي انزل على محمد و نطق به ثم وصفه بما وصفه به فقال گفت بفرمایید درباره کتاب خداوند تبارک و تعالی قرآنتان که نازل شده است بر محمد صلی الله علیه و آله و آن حضرت اون کتاب را بیان کردیم و خدای تبارک و تعالی وصف فرموده است قرآن را به اون عظمت و به اون چه که وصف کرده است و فرموده از حامین و کتاب المبین انا انزلنا فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق و کل امر حکیم آقا ما قرآن خوندیم اما یک زوایر قرآن میفهمیم بواطنش و علوم حقیقیش نزد شما چرا فرموده حامیم این حامیم چیه ول کتاب المبین خب این کتاب مبین چی هر کسی میگه کتابی که من نوشتم خوبه و خیلی هم روشن و آشکاره انا انزلنا فی لیلت مبارکه انا انزلنا فی لیلت مبارکه ما آن را نازل کردیم در شب مبارکی این چیه این شب مبارک یعنی چی انا کنا منظرین ما انذار کننده هستیم ما بیدار کننده هستیم ما هشدار دهنده هستیم که فیها و کل امر حکیم در آن هر امر دارای حکمت و حکیمانه ای معین می شود مشخص می شود فرو فرستاده می شود جدا از هم می شود اینا چی میخواد بفرماد بفرماید مراد چیه منظور چیه ما تفسیر آفل باطن اینا در باطن تفسیرش چیه حالا ما یه لغت عربی چون میفهمیم می ترجمه کنیم حد اکثر که متاسفانه میبینیم بینیم مسلمان هایی پیدا شدن که به اندازه مسیحی ها فهم و درک ندارن مسلمان هایی پیدا شدن کتاب می نویسن تفسیر قرآن به قرآن ما در تفسیر و فهم قرآن نیازی به پیغمبر و امام معصوم نداریم فکر کرده که قرآن یعنی یک کتاب لغت معنا ورد داره و ترجمه ها رو بفهمه در حالی که این مرد نسرانی میفهمه حامیم کتاب خواهر میخوه هر کسی هر نمیدونم مدعی کاذب نبوت و نمیدونم هر جاعل و هر دروغگوی پیدا میشه و هر حاکم و هر ستمگری پیدا میشه و اهل سقیفه و غیر آن در شرق غرب عالم میگن ما قانون صحیح می نویسیم کتاب خوب می نویسیم هدایت کریم حق با ماست این مسیحیه میفهمه مسلمان های ما متاسفانه هنوز اینجا موندن و فکر میکنن که حسب کتاب الله خلیفه دوم درست بوده آقا حامیم چیه؟ کتاب مبین چیه؟ لیلة القدر چیه؟ ما تفسیر فل باطن اینا رو ما باید باطنش را حقیقتش رو یه جوری بفهمیم که بر هر باطلی قابل تطبیق نباشه و گمراه نشویم فقال اما حامیم فهو محمد. صلی الله علیه و آله و هو فی کتاب هودن الذي انزل علی و هو منقوص الحروف فرمونه حامیم همان رسول ماست همان پیامبر ماست همان حضرت محمد صلی الله علیه و آله هست که در کتاب هود هم که بر او نازل شد این اسم به همین عنوان و با همین رمز و رموز آمده است که حرفهاش نقص پیدا کرده مثلا میم از اولش و دال از آخرش افتاده که اون دوتا رو بذاره سرجاش می شود محمد صلی الله علیه و و اما کتاب المبین اما کتاب مبین فهو امیر المؤمنین علیه السلام کتاب مبین منظور امیر المؤمنین است که حقیقت دین الهی را به طور آشکار و واضح بیان میکنه نه این چند مقدار کاغذ و نوشته و پوستی که بر اون حروفی نوشته شده باشد و کلماتی نقش بسته باشد و معایه ها و امر آس ها بر سر نیزه کنند و به جنگ قرآن ناطق میان چرا پیامبر را من قوس الحروف میگه چرا اسم پیامبر را با رمز میگه که انسان متوجه بشه بعدی هم رمز داره اون خودش را کلمه محمد رو ولی میتونید کلمه محمد رو بگه این خلافای قاسب با اسم پیامبر دشمنی نداشتن اما عمدن این رو حذف میکنه خدای تعالی و به طور رمزی میگه که بفهمی بعدش هم رمزه و فرمودند او رسول الله صلی الله علیه و آله است و خدمت شما عرض که کتاب مبین امیر المؤمنین علیه السلام است که قرآن ناطق و بیان آشکارای خداست و قابل تعبیر باطل نیست و اما لیلت و ففاطمت و علیه السلام اما اون لیلی که اون شبی که شب قدر است و دارای منزلت است به خاطر این که چندین امام در وجود آن نهفته است و مانند شب مستور است و فضائل آن حضرت در حدی است که احدی از خلق نمیتونه اونها رو بفهمه اون لیلت القدر فاطمه زهرا صلوات الله علیها و اما لیلت ففاطمه علیه السلام و اما قوله فیها یفرع کل امر حکیم این که میفرماید در این وجود مبارک است که امور حکیمانه الهی واضح و آشکار است و از همدیگر متمایز میشود و جدا میشود و بیان میشود یقول یخ خروجو منها خیر کثیر فرجل حکیم و رجل حکیم و رجل حکیم در این وجود مبارک خیر کثیری است امام معصوم امام معصوم امام معصوم در وجود آن حضرت هستند امام حسن امام حسین امام, امام سجاد و فرزندانشان تا به آخر فقال الرجل سفلی الاول و الاخر من ها الرجال اون مرد گفت برای من وصف کنید اولین و آخرین این رجال بزرگوار را فقال ان الصفات تشتبه ولكن الثالث من القوم اسف لك ما يخرج من نسله وانه عندكم لفي الكتب التي نزلت عليكم ان لم تغيروا وتحرفوا وتكفروا وقديما ما فعلتم يا وتكفروا وقديما ما فعلتم ویا ویا و یا و یا و و قدیما ما فعلتم اگر نپوشانید یا اگر کافر نشوید یا اگر کفر نورزید در تمام این سور خب ممکنه که شما حقیقت را بیابید به شرط اینکه این کفر و این رو نداشته باشید فرمودند که فقال ان الصفات تشتبه فرمودند که صفاتشون که خب شبیه هم است یا اینکه من صرفا بخوام صفت فقط بگم ممکن تو باز بر کسی دیگه تطبیق کنی باید صفات به باشد که دیگه قابل تطبیق بر دیگری نباشد و یا عرض کردیم که یعنی ها در صفات اسمت و علم و قدرت و ادارت اینها شبیه هم هستند ولی همین مقدار به تو بگویم که سومی از این گروه واسم میکنم برای تو بیان می کنم برای تو که از نسل ایشان خارج می شود البته او در نزد شما در کتبی که قبلا هم بر شما نازل شده بیان شده اوصاف پیامبر ما اوصاف امیر فاطمه زهرا و اون امامی که از نسل او امامان دیگر ظاهر می شوند و به دنیا می آیند اینا همه در کتاب های شما گفته شده اما ان لم تغیرو اگر شما تغییر نمیدادید و تغییر ندهید و کتاب رو تحریف نکنید و حقیقتش رو در اختیار مردم بذارید و تو و تحریف نکنید و تو و نپوشانید و کافر نشوید و مردم رو کافر نکنید و یا و تکفرو و اگر کافر نشوید و قدیما ما فعلتم در حالی که شما همین کارا را انجام دادید هم تغییر دادید کتاباتون را هم کتابهایتون رو تغییر دادید و هم تحریف کردید و هم تغییر دادید لذا میدونید که در کتابهای شما پیغمبر و اهل بیت کاملا معرفی شدن اما به مردم نمیگید و حق رو میپوشونید قال له نصرانی و انی لا از تو رو انکما علمت گفت آه من هر چی را که بدونم از شما پنهان نمی کنم علماشون اومدن علمای ما آمدن این همه تحریف در دین ایجاد کردن و کتاب را تغییر دادن مردم رو گمراه کردن ولی من با نیت خالص اومدم نزد شما دینم رو پیدا کنم هدایت رو پیدا کنم هر چی بدونم از شما نمی پوشونم. و لا اکذب تعلم ما اقول فی صدق ما اقول و کذبه و من هیچ حرف شما رو تکذیب نمی کنم و شما میدونید که من حرف که میزنم زنم کدوم صدقه کدومش کذبه راست و دروغش در نزد شما هست شما علم غیب دارید و لقد اعطاک الله من فضلهی و قسم عليك من نعمه ما لا يخطره الخاطرون ولا يستره الساترون ولا يكذب فيه من کذب یا ولا يكذب و فيه من کذب فرمودند که ما حقیقت رو به شما میگیم و شما میدونید تو کتاباتون هست اگه تحریف نکنید خودتون همه رو میابید و منم براتون بیشتر توضیح میدم اینم گفت آقا من هر چی شما بگید حقیقت رو میگم و نفاق به خرج نمیدم و تحریف و تکذیب نمی کنم و شما میدونید که احوال من اینه و خدای تبارک و تعالی هر آینه به شما داده است از فضل خود و تقسیم کرده است از های خود بر شما چیزهایی را که هیچ کس نمیتونه فکرشو بکنه که انشاءالله الله حدیث طولانی است دنبالشو بعدا و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل <سؤال> على <ret> مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ